محله بدنام تهران، خانه خاکسترنشینان رژیم مورد یورش عده‌ای مشکوک قرار گرفته. خانه ها می سوزند و ساکنین آن مورد ضرب و جرح قرار می گیرند. گروهی از مردم ناآگاه نیز به تبع عوامل مشکوک به فاجعه دامن می زنند. لکن روشنگران نشان فاجعه را بر فراز دست به دانشگاه می آورند. سیاه بختانی که به بهانه شرافت سوزانده می شوند، درباریان را به دریوزگی شرف به کوی خیش نمی پذیرند. ای بخواه نسوزن اینجا دیدی که آتیش زد اینجا رو؟ نه من ندیده، من وقت اومدم همه جا سوزید. یه نکوشین بهم. نه نمیباشه. من میترسم آقا جون قربونت. من وقتی که اومده بودم در تموم زندگی ما سوخته. حالا ما تو خرابه داریم زندگی میکنیم. سه‌شنبه صبح بود که عده ساواک حمله کردن اینجا، زدن شکوندن خودشون در رفتن، بعدم ملت خودشون ریختن بقیه شو. شما وقتی که اینجا را آتیش دادن کجا بود؟ چهار روز اینجا رئیس پاسکا بسته بود. آها. ما تو خونه همون بودیم. یعنی رئیس پاسکا بسته بود اینجا رو؟ بله رئیس پاسکا اینجا رو تعطیل کرده بودن، بسته بودن، زندگی ما رو آتش زدن. شعارشون اینا چی بود یادتونه؟ شعار که عکس آقای خمینی اینجا زده بودن، مال مردم میبردن آتش میزدن، اصلا حرف سرشی نمیشد آقا. چیزی هم میگفتن، شعاری چیزی هم میدادن؟ نه در این اینجا فقط میگفتن اسلام اسلام، گفتن اگر اسلام این است که نمیخوانی اسلام باشه. شما اینجا بودیم وقتی اینجا را آتیش دادن؟ نستم. نبودیم؟ نخیر. خونش؟ آقا روز قتل بود تعطیل بود؟ تعطیل بود. تعطیل بود؟ آره دو روز قتل بود تعطیل بود دیگه. اونی که اینجا را آتیش زد نه وجدان داشت، نه ناموس داشت، نه دین. فهمیدی هیچ کجا هیچی نداره. ایران هم آواره کرد بیچاره. نمیدونین کی آتیش زد؟ نه ما نمیدونیم، ولی اگه مسلمون بود دین داشت، یه مسلمون با مسلمون این کارو نمیکنه. یعنی اونایی که دارن غارت میکردن، غارتگر بودن، بازم دارن، بازم هستن. فهمیدی؟ چون ما از اول ظلم به ما شده، هنوزم هستیم، هنوزم به ما داره ظلم میشه. فهمیدی؟